الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقاضا شده بود که من یکی دو مرتبه راجع به تفسیر بعض آیات شریفی قرآن مطالبی عرض کنم. تفسیر قرآن یه مسئله نیست که امثال ما بتوانند از عهده اون برند، بلکه علمای طراز اول هم که در طول تاریخ اسلام چه از امه و چه از خاصه در این باب کتاب های زیاد نوشتند و البته مسائی اونها مشکور است، لیکن هر کدام روی اون تخصصی که داشته و فنی که داشته است روی او یک پرده ای از پرده های قرآن کریم را تفسیر کرده است، اون هم به طور کامل معلوم نیست بودن. مثلا عرفایی که در طول این چند قرن آمدند و تفسیر کردند، نظیر محی الدین در بعضی از کتابهاش، عبدالرزاق کاشانی در تعویلات، ملا سلطان علی در تفسیر، اینهایی که طریقشون طریقه معارف بوده است، اینها تفسیرهایی نوشتند. خب بعضیشون هم در اون فنی که داشتند خوب نوشتند، لیکن قرآن عبارت از اون نیست که اونها نوشتند. اون بعضی از اوراق قرآن و پرده های قرآن است. یا مثلا مثل طنطاوی و امثال او و همینطور قطب، اینها هم به ترتیب دیگری تفسیر کردند که باز او غیر تفسیر قرآن است به همه معانی، اونم باز یک پرده است. و بسیاری از مفسرین که از این دو طایفه نبودند، اینها تفاسیری دارند مثل مجموع بیان ما که تفسیر خوبی است و جامع بین احوال عام و خاصه هست و سایر تفسیرهایی که نوشته شده است، این هم همینطور. قرآن یک کتابی نیست که بتوانیم ما یا کسی دیگری یک تفسیر جامعی به اون طور که هست بنویسد. علوم قرآن یک علوم دیگری است. ما برای اون که ماها میفهمیم، ماها یک صورتی، یک پرده از پرده های کتاب خدا را میفهمیم و باقیش محتاج به تفسیر اهل عصمت است که معلم به تعلیمات رسول الله بودند. و در این اخیر هم یک اشخاصی پیدا شدند که اینها اصلا اهل تفسیر نیستند، اینها خواستند یه مقاصدی که خودشون دارند در به قرآن نسبت بدند و به سنت. حتی یه طایفه از چپی ها و کمونیست ها به قرآن باز تمسک می کنند، برای همون
مقصدی که دارند. اینها اصلا به تفسیر کار ندارند، به قرآن هم کار ندارند. اینها مقصد خودشون رو میخواند به خورد جوانهای ما بدند به اسم این که این اسلام است. بلحاظه اون که من عرض میکنم این است که نباید اشخاص که رشد علمی زیاد پیدا نکردند، جوانهایی که وارد در این مسائل و در مسائل اسلامی نیستند، کسانی که اطلاع از اسلام ندارند، نباید اینها وارد بشن در تفسیر قرآن، و اگر روی مقاصدی اونها وارد شدن نباید جوانهای ما به اون تفاسیر اعتنا کنند. و چیزهایی که ممنوع است در اسلام تفسیر به رأی است، که هر کسی آراء خودش را بخواد تطبیق کند بر قرآن. یک کسی مادیست آراء خودش را تطبیق کند بر آیاتی از قرآن و قرآن را به اون رأی خودش تفسیر و تعبیر کند. و یک کسی مثلا اهل معانی روحیه است، این هم هرچه از قرآن دستش میاد باز تعبیر کند و برگرداند به اون چیزی که خودش رأیش است. ما باید از هر دو، از همین این جهات احتراز کنیم. ولهذا دست ما در باب قرآن بسته است. همچین میدان باز نیست که انسان هرچی به نظرش آمد بخواد نسبت بداد به این که قرآن این است، این رو میگه. و اگر چنانچه من چند کلمه راجع به بعضی آیات قرآن کریم عرض کردم، من نسبت نمیدم که مقصود این است. من احتمال، به طور احتمال صحبت میکنم، نه به طور جزم که مقصود این است و غیر از این نیست، نخواهم گفت. لذا برای خاطر اینکه بعضی آقایون گفته بودن که چند کلمه راجع به این مسائل بحث بشد، من بنا دارم که یه چند روزی در هر هفته ای، مثلا یه روزی، در یه مدت محدودی، یه سوره اول قرآن و یکم از سوره های آخر قرآن را درش صحبت مختصری، چون تفصیل وقت برای من نیست و برای دیگرانم نیست، به طور اختصار بعضی از آیات شریفه را عرض میکنم و بازم تکرار میکنم که این تفسیر جزئی که این است مقصود این است که تفسیر به رأی بشد، نه نیست اینطور. اونطوری که ما به این نظر خودمون میفهمیم به طور احتمال نسبت میدیم. سوره مبارکه حمد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. محتمل است که در تمام سوره های قرآن بسم الله ها متعلق باشد به آیاتی که بعد میاد، چون گفته شده است که این بسم الله به یه معنای مقدری مثلا متعلق است. لیکن بیشتر به نظر انسان میاد که این بسم الله ها متعلق باشد به خود سوره. مثلا در سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، به اسم
خدای تبارک و تعالی حمد برای اوست. اسم علامت است. اینکه برای اشخاص اسمی را برای همه چیز بشری اسمی گذاشته است، نامگذاری کرده است، برای این است که این علامت یه شناسایی اسمی باشد، زید را آدم بفهمد کی است. اسماء خدا هم علامت های ذات مقدس اوست و اون که انسان و بشر می تواند از ذات مقدس حق یه اطلاع ناقصی پیدا کند اون از اسماء حق است. خود ذات مقدس حق حالا یک موجودی است که دست انسان از او کوتاه است، حتی دست خاتم النبیین که اعلم و اشرف بشر است از اون مرتبه ذات کوتاه است و اون مرتبه ذات را کسی نمیشناسد غیر از خود ذات مقدس. اون چیزی که بشر میتواند بهش دسترسی پیدا کند اسماء الله هست، که این اسماء الله هم مراتب دارد که بعض مراتبش را ماها میتونیم بفهمیم و بعض مراتبش را اولیای خدا و پیغمبر اکرم و کسانی که معلم و تعلیم او هست میتوانم ادراک کنم. همه عالم اسم الله هست، تمام عالم، چون اسم نشانه هست. همه موجوداتی که در عالم هستن اینها نشانه ذات مقدس حق تعالی هستن، منتها نشانه بودنش را بعضی ها می توانند عمقش برسند که این چه دور نشانه است و بعضی هم به طور اجمال می توانند بفهمند که نشانه است. این که به طور اجمال است این است که موجود خود به خود وجود پیدا نمی کند. این یه مسئله واضح است در عقل و عقل هر بشری به حسب فطرت این را می فهمد که موجود خود به خودی، موجودی که می شد نباشد، ممکن است باشد ممکن نباشد، این ممکن که هم ممکن باشد هم ممکن نباشد، این خود به خودی همینطوری وجود پیدا نمی کند. این را باید منتهی بشد به یک موجودی که به ذات موجود است. یه موجودی است که به ذات موجود است، یعنی قابل سلب نیست وجود را از اون ازلی است، یه قابل سلب نیست. دیگر موجوداتی که میشد موجود باشند و میشد هم موجود نباشند اینها خود به خود وجود پیدا نمی کن. این محتاج به این است که از خارج یک کسی یک موجودی را ایجاد بکند. ما اگر فرض کنیم که این فضایی که وهمی است، اگر هیچ نباشد یه فضای وهمی است، واقعیتی ندارد. ما اگر فرضم بکنیم که یک فضایی هست و این فضا هم همیشگی است، این فضا که فقط فضا هست نمیشد که متبدل بشه این فضا به یه موجودی بی خود همینطوری، یا موجودی در او پیدا بشه همینطوری، یا اونهایی که میگن که از اول مثلا در دنیا اول یه فضا لامتناهی بودست و حالا اشکالی که در لامتناهی هست و بعدم یک هوایی بخاری پیدا شده است و اون وقت دنبالش
از این موجود چیز دیگه پیدا شده، این برخلاف ضرورت عقل است که یه چیزی خودش یه چیز دیگه بی خود بشه بدون اینکه یک علتی در کار باشه از خارج، یه چیزی خودش یه چیز دیگه بشه. هر چیزی که متبدل به یه چیز دیگه میشه یه علت خارجی داره، ولی یه موجودی خودش یه چیز دیگه نمیشه، یه علت خارجی میخواد که این شی را مثلا یخ ببندد، یه علت خارجی میخواد که آب یخ ببندد یا آب جوش بیاید، یه علت خارجی میخواد. اگر آب نه سرمایه اون درجه و نه گرم اون درجه باشد تا ابد هم همین آب، اگر هم بگنده یه علت خارجی داره، یه چیز خارجی باید او را بگنده. من لحاظا این مقدار اجمالی که هر معلولی محتاج به علت است و هر ممکنی محتاج به یک علتی است، این هم جزء واضحات عقول است که هر کسی تأمل مسئله را بکند، تصور مسئله را بکند، تصدیقش هم میکند که یه چیزی میشه باشه میشه نباشه، بی خودی بشه یا بی خودی نکشه، نبودن از بامون که چیزی نیست باشه، اون دلت نیست هیچ، اما مبدل بشه یه چیز ممکنی که نیست بشد هست، بی خود بی خودی بدون علت، این از ضروریات عقول است. این مقداری که همه موجودات عالم اسم خدا هستند و نشانه خدا هستند، این مقدار اجمالی است که همه عقول این را میتونن بفهمند و همه عالم را اسماء الله بدانند. و اما اون معنای واقعی مطلب را که اینجا مسئله اسم گذاری نیست، مثل این که ما میخوام فرض کنید که یه چیزی را یه چراغ را بخوام بفهمونیم به غیر اسم میزنیم روشونیم چراغ یا اتومبیل یا انسان زید، این یه واقعیتی است که از یک موجود غیر متناهی در همه اوصاف کمال، یک موجودی که در تمام اوصاف کمال غیر متناهی است، حد ندارد، موجود لا حد است، اگر حد داشته باشد ممکن است که موجود است و هیچ حدی در موجودیتش نیست، این به از ضرورت عقل باید همین موجود تمام همه کمالات باشد، برای اینکه اگر چنانچه فاقد یک کمالی باشد محدود میشه، محدود که شد ممکن. فرق ما بین ممکن و واجب این است که این او غیر متناهی است در همه چیز، موجود مطلق است، اینها موجود محدودند. اگر بنا باشد که تمام اوصاف کمال به طور لامتناهی به طور غیر محدود نباشد در او، متبدل میشد این که ما خیال کردیم واجب، او واجب نبود، اون ممکن بوده. یک همچین موجودی که مبدع یک ایجاد میشد و مبدع یک وجود میشد، تمام اون موجوداتی که به مبدعیت او وجود پیدا میکنن، اونها مستجمع همون اوصاف هست به طریق نفس، اونتا مراتب داره. یه مرتبه اعلاست که در او همه اوصاف تعالی هست، منتها به اندازه‌ای که امکان دارد، به اندازه‌ای که میشد یک موجودی واجد باشد، اون اسم اعظم است. اسم اعظم عبارت از اون اسمیست که و اون علامتیست که واجد همه کمالات هفت تعالی هست به طور ناقص، و به طور ناقص یعنی نفس امکانی، و واجد همه کمالات الهی هست نسبت به سایر موجودات به طور کمال، اون اسم است. این موجوداتی که دنبال اون اسماء اعظم میاد، اینها هم واجد همون کمالات
هستند، منتها به اندازه سعه هستی خودشون، به اندازه سعه وجودی خودشون، تا برسد به همین موجودات مادی. این موجودات مادی را که ما خیال میکنیم که یه موجودی است که علم ندارد، هیچی ندارد، قدرت علم هیچی که از کمالات رو ندارد، اینطور نیست. ما در حجاب هستیم که نمیتوانیم ادراک کنیم. همین موجودات پایین هم که از انسان پایین ترند و از حیوان پایین ترند و موجودات ناقص هستند، اینجا هم از همه اون کمالات منعکس است، منتها به اندازه سعه وجودی خودشون. حتی ادراک هم دارن، ادراک هم دارن. ادراک همون ادراکی که در انسان هست در اونا هم هست. اینمی شین لا یصبه به هم دهی ولیکن لا تفقهون تسبه هم. اونها از بابا اون که نمیدونستن که میشد یک موجود ناقصی هم ادراک داشته باشد، اونا هم کرده بودن به این که این تصویه تکیوی نیست. و حالا اون که آیت غیر از اینجا میگه تصویه تکیوی را، خب ما میدونیم که اینا تصویه تکیوی یعنی یه موجودی هستن دو علتی هم دارن. غیر مسئله این نیست، تصویه میکنن. در روایات تصویه بعضی از موجودات هم ذکر کردن که تصویح چی هست. در قضیه تصویح این سنگیزهی که در دست رسول الله بوده شنیدم که چی میگه. تصویح نیست که گوش من و شما اجنبی از اوست، نطق هست، حرف هست، لغت هست، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطق ماست، اما ادراک هست، منتها ادراک به اندازه سعه وجودی خودش. لعل بعضی از مثلا مراتب عالیه، مثلا از باب این که خودشون را میبینن که سرچشمه همه ادراکات هستن، بگن که موجودات دیگر ندارن این را، البته اون مرتبه را ندارن. ما هم از باب اینکه ادراک نمی کنیم حقایق این موجودات را، ما هم محجوبیم و چون محجوبیم مطلع نیستیم و چون مطلع نیستیم خیال میکنیم نیست در کار. خیلی چیزا را انسان خیال میکند نیست و هستش و من و شما ازش اجنبی هستیم. الان هم میگن که یه چیزهایی معلوم شده است، مثلا در نباتات که همه میگفتند که سابق که اینها مرده هستن، حالا میگن که حتی با چیزهایی که آنتنهایی که هست، صداها را از ریشه های درخت که در آب جوش بگذارن صدای هیاهو هست. حالا این راست باشه یا دروغ بسه نمیدونم، لکن عالم پر هیاهوست، تمام عالم زنده است، همه هم اسم الله هست، همه چیز اسم خداست. شما خودتون از اسم الله هستید، زبانتون هم از اسم الله است، دستتون هم از اسم الله است. به اسم الله الحمدلله، حمدم که میکنید اسم الله هست، زبان شما که حرکت میکند اسم الله هست. از اینجا پا میشید میرید به منزلتون با اسم الله میرید، نمیتونید تفکیک کنید، خود شما اسم اللهید، حرکات قلبتونم اسم الله هست، حرکات نبضتونم اسم الله هست، این بادهایی که وزیده میشد همه اسم الله. از این جهت آیه شریفه محتملاً میخواد همین معنا رو بفرمایه. در بسیاری از آیات دیگه هم هست که باز
به اسم الله کذا، ای به اسم الله، ای صحبت از اسم الله هست و همه چیز اسم الله هست، یعنی حق است و اسماء الله، همه چیز اوست، اسم در مسمای خودش فانیست. ما ها خیال میکنیم که خودمون یه استقلالی داریم، چیزی هست، لیکن نیست اینطور. اگر آنی اون شعاع وجود که موجودات را با اون شعاع، با اون اراده، با اون شعاع، با اون تجلی موجود فرموده، اگر آنی اون تجلی برداشته بشد، تمام موجودات لاشیء اند. برمیگردن به حال اول شد، برای که ادامه موجودیت هم به همون تجلی اوست. با تجلی هفت تعالی همه عالم وجود پیدا کرده است و اون تجلی و نور اصل حقیقت وجود است، یعنی اسم الله است. الله نور السماوات و الارض، نور سماوات و ارض خداست، یعنی جلوه خداست، یعنی نور هر چیه تحققی دارد این نور است، یه ظهوری دارد این نور است. ما به این نور میگیم برای اینکه یه ظهوری دارد. انسان هم ظاهر است، نور است انسان، حیوانات هم همینطور نور هست، همه موجودات نور هست و همه هم نور سما، نور الله هست. الله نور السماوات و الارض، یعنی وجود سماوات و ارض که عبارت از نور است از خداست و اینقدر فانی در اوست که الله نور السماوات، نه اینکه به الله یتنور السماوات. این یه نفر جدایی میفهمونه، این الله نور السماوات و الارض، یعنی هیچ نیستن اینها، یعنی هیچ موجودی در عالم ما نداریم که یه نفر استقلالی داشته باشد. استقلال معناش این است که از امکان خارج بشد و به حد وجود برسد و موجودی غیر از حق تعالی نیست. از این جهت این که می‌فرماید به اسم الله الحمدلله، به اسم الله قل هو الله احد، با اسم الله قل، این نه این است که مقصود محتملا این باشد که بگو بسم الله الرحمن الرحیم، واقعیتی است که این واقعیت اینطوری است، با اسم الله بگو، یعنی گفتنتم با اسم الله است. یسبح له ما فی السماوات و الارض، نه من فی السماوات، یسبح له ما فی السماوات و الارض، هر چی در زمین و آسمان است، هر چیز، همین موجود تسبیح می‌کند و با اسم خدا که جلوه اوست و همه موجودات به این جلوه متحققند و همه حرکات حرکاتی است که از همون جلوه هست، تمام چیزهایی که در عالم واقع میشد از همون جلوه است. و چون همه امور، همه چیزها از اوست و به او برمیگردد و هیچ موجودی از خودش چیز ندارد، خودی در کار نیست، کسی بیستد بگد من خودم هم یه چیزی دارم، یعنی مقابل با مبدأ نور خودم هم یه چیز دارم، معناش این است که این از خودم هست. اون وقتم که داری باز از خودت نیست، اون وقتم که چشم داری باز این چشم از خودت نیست، این چشمی است که به جلوه او وجود پیدا کرده. پس حمدی که می کنیم ما و حمدی که می کنند همه و ثنایی که می کنند همه و ثنایی که می کنیم ما با اسم الله هست، به اسم الله هست، به سبب اسم الله هست.
و اینم فرموده است بسم الله. الله یک جلوه جامع است، یه جلوه ای از تعالی که جامع همه جلوه هاست، که رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. الله جلوه تعالی است و رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. رحمان با رحمت و با رحمانیت همه موجودات را ایجاد کرده، این رحمت است. اصل وجود رحمت است، حتی اون وجودی که به موجودات شریر هم اعطا شده با رحمت است، رحمت واسعی که همه موجودات را در زیر پوششش هست، یعنی همه موجودات عین رحمت هستن، خودشون رحمت. و الله به اسم الله همون جلوه ایست که جلوه به تمام معناست، مقامیست که جلوه را به تمام معنا میتواند بروز بدهد. این اسم جامع است، این اسمیست که باز جلوه است. خود ذات حق تعالی اسم ندارد، لا اسم له ولا رسم. اسمش اسم الله و اسم رحمان و اسم رحیم، همه اینها اسمان جلوه ها هستند و با این اسم الله که جامعه همه کمالات هست به مرتبه ظهور و رحمان و رحیمش را ذکر فرموده است، از باب این که رحمت هست و رحمانیت هست و رحیمیت هست و اوصاف غضب و انتقام اینها تبعی است، اون که به ذات هست این هست. رحمت به ذات هست و رحمانیت و رحیمیت به ذات است، اونهای دیگه طبعی است. به اسم الله و رحمان و رحیم الحمدلله تمام محامدی که در عالم، هر کمالی، هر حمدی، هر ستایشی که باشد به او واقع می شود برای اوست. آدم خیال میکند که یک غذایی که میخورد ازش تعریف میکند که چه غذای لذیذی بود، این هم به خداست، خود آدم نمیدونه. چه آدم خوبیست، چه فیلسوف و دانشمندیست، این حمدیست، این ثناییست، این ثنا برای خداست، خود آدم نمیدونه دیر. برای چه؟ برای اینکه اون فیلسوف و دانشمند از خودش هیچ ندارد، هرچی از جلوه اوست. اونی هم که ادراک کرده، با عقلی ادراک کرده که جلوه اوست، خود ادراک جلوه اوست، خود مدرک جلوه اوست، همه چیز از او هست. آدم خیال میکند که از این مثلا فرش داره تعریف میکند، از این آدم داره تعریف میکند. هیچ کس هیچ حمدی برای غیر خدا واقع نمیشه، هیچ ستایشی برای غیر خدا واقع نمیشه. برای اینکه شما هر کس را ستایش کنید به اینکه یه چیزی توش هست که ستایشش میکنید، آدم هیچ وقت ستایش نمیکنه. یه چیزی هست که درش ستایش، هر چی هست از اوست، هر چه ستایش بکنید ستایش او هست، هر چه حمد و ثنا بگید مال اوست. الحمدو یعنی همه حمد، هر چه حمد هست، حقیقت هم مال اوست. ما خیال میکنیم که داریم تعریف زید را میکنیم و تعریف عمرو را میکنیم، ما خیال میکنیم که داریم از این نور شمس تعریف میکنیم، از این نور قمر، از اون که خیال میکنیم داریم تعریف اینا میکنیم. محجوبیم ما از بابه که نمیدونیم، از واقعیت محجوبیم، خیال میکنیم داریم تعریف اینا میکنیم. لکن پرده وقتی برداشته میشد میبینیم نه،
همه تعریف و مال او است، برای این جلوه او است که ما ازش تعریف داریم. الله نور و سماوات و الارض، هر خوبی هست از اوست، تمام کمالات از اوست. از اوست یعنی این که همون جلوه است از اون، یک جلوه با یک جلوه همه عالم موجود شده. و ما گمان میکنیم که خودمون داریم عمل میکنیم. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، رمیت و ما رمیت، از باب این که جلوه هستی رمیم به حسب اون جلوه است، لیکن ما رمیت جلوه رما، ان الله رما. اونایی که با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن، این دستم جلوه خداست. منتها ما ها محجوب هستیم و نمیدانیم چیه بسته، و همه محجوب هستیم الا اون کسی که به تعلیم خدا معلم هست، اون کسانی که به تعلیم او معلم هستند. روی این عرضی که می کنم معلوم می شد که این احتمال یک احتمالیست که می شد احتمال شدن که این بسم متعلق به الحمد باشد، یعنی به اسم خدا همه حمد ها همه ثناها مال اوست. جلوه خداست که جلوه خداست که همه ثناها را به خودش جذب میکنند و هیچ ثنایی به غیر واقع نمیشه. نمیتونید شما ثنای غیر را بکنید، هرچه بخواد ثنای غیر را بکنید ثنا به او واقع میشه. هرچه خودتون خیال کنید غیر را نمیدونید شما، هرچی شما خودتون فشار بیارید که نمیخوام از غیر خدا یک حرفی بزنم، غیر خدا حرفی نیست، در هرچی بگیر از او هست. نقایص نیست از این چیزهایی که وجود پیدا می کند، یه جهت وجودی دارد، یه جهت نفس دارد. جهت وجودی نور است، اونش مالوس، نقص مالوس، نقیصه ها از اون نیست، لاها از اون نیست، اون چیزهایی که نیست. و هیچ تعریف هم برای لا واقع نمیشه، همیشه تعریف ها برای آره واقع میشه، برای وجود واقع میشه، برای هستی واقع میشه، برای کمال واقع میشه. و کمال در عالم وجود ندارد الا یک کمال، و اون کمال الله هست، جمال هم جمال الله هست. ما باید این را بفهمیم و بفهمونیم به قلبمون. اگر ما همین یک کلمه را قلبمون بفهمد، نه همون گفتار باشد، گفتارش آسونه، قلب به قلب رسوندن و این موجود قابل فهم را فهموندن، این مشکله که قلبم باورش بیاد. یه وقت همینطوری آدم میگه که جهنمی هست و بهشتی هست، گاهی هم اعتقادم داره، اما باور کردنم غیر اعتقاد علمیست، برهانم قائم شده برش، اما باور آمدن یه مسئله دیگه. اسمت که در انبیا هست دنبال باور، باورش وقتی که آمد ممکن نیست تخلف کنه. شما اگر باورتون آمد که یک آدمی شمشیرش را کشیده است که اگر کلمه ای بر خلاف او بگید گردن شما را میزند، نسبت به این امر معصوم میشید، یعنی دیگر امکان نداره از شما صادر شد، برای اینکه شما خودتون را میخواید. اون کسی که باورش آمده است که یک کلمه غیبتی وقتی که بکند
این در اونجا به یک صورتی در می آید که زبان انسان به یک صورتی در می آید که همونطور که از اینجا این زبان را دراز کرده و در مکه مثلا قیبتی کسی را کرده در اونجا ظهور پیدا می کند. یک زبان از اونجا تا اونجا که یتعه این جمعیتی که در اونجا موجود. اگر کسی باورش بیاید که غیبت ادام و کلاب نار است، کسی که غیبت بکند کلبهای آتش اونا میبلند، نه بلعیدنی که موجود بشد و تمام بشد، بلعیدنی که هستش و میبلندش، اونجا هم میرد میبلندش. اگر باورش بیاید آدم غیبت نه. این که ما خدای نخواسته یه وقت غیبت فسخونید میکنیم برای این که باورمون نیامده از اونجا را. آدمی که باورش بیاید که تمام کارهایی که در اینجا انجام میدهد یک صورتی در اونجا دارد، در اون عالم یک صورتی دارد، اگر خوب است صورت خوب و اگر بد است صورت بد، حساب در کار هست. حالا تفصیل قضیه را فرض کنید که لزوم ندارد، اما این معنا که هر کاری حساب دارد. اگر چنانچه غیبت بکند اونجا محاسبه هست، جهنم است. اگر اذیت کند مؤمنین را جهنم است اونجا. و اگر خیرات و مبرات داشته باشد بهش دفت برید. کسی که باورش آمده باشد این را، نه اینکه همون کتاب خونده باشد و عقلش ادراک کرده باشد، بین ادراک عقلی و باور نفسانی و قلبی، این قلب ها نمیگم قلب، خیلی فاصله است. ادراک عقلی بسیاری وقتا انسان عقلا یه چیزی را ادراک میکند، لیکن چون باورش نیامده تبعیت نمیکند. اون وقتی که باورش بیاد تبعیت میکند. ایمان عبارت از این باور است. علم پیغمبر این فایده ندارد. ایمان به پیغمبر فایده دارد. ایمان به الله. برهان اقامه کردن بر وجود خدا تبارک و تعالی کافی نیست. ایمان باید بیارد انسان. یعنی قلب را باورش بیارد. خاضعش کند برای اون. اگر ایمان آمد همه چیز دنبالش. اگر انسان باورش آمد که یک موجودی، یک مبدعی برای این عالم هست و یه بازخواستی برای انسان هست در یک مرحله بعد، مردن فنا نیست، مردن انتقال از یک نفس به کمال است، اگر اینا باورش بیاید این انسان را نگه می‌دارد از همه چیزها، از همه لغزش ها. همه سر این است که این باور چطور بیاد. این آیه شریفه که می‌فرماید که به اسم الله الحمدلله، تو من یه تیکش را یه جهتش را حس کردم و من بازم نه این که جزمی میگم این هست، خب محتملات هست. تمام محامد را اگر آدم باورش بیاد که از اوست، دیگه تو دل شرک واقع نمیشه، دیگه برای کسی حمدی که میکند جلوه خدا را. اگر یه قصیده برای حضرت امیر میگه میفهمد که این برای خداست، برای که جلوه بزرگ خدا. چون جلوه بزرگ خداست، این فرض کنید مت بزرگ برای او مت خداست، مت جلوه است. اگر آدم باورش بیاد که همه محامد مال او است،
خودش را کنار میذاره. این که میبینید اینقدر آدم استاد لمن الملک میزنه، اینقدر غرور پیدا میکنه، اینا برای این است که نمیشنسه خودش. من عرف نفسه و عرف ربه، نمیدونه خودش هیچه. اگر این بفهمه، باورش بیاد که هیچ نیست، هرچه هست اوست. اگر هیچ نیست خودش رو باورش بیاد، عرف ربه، رفت پروردش نمیشنسه. عمده این است که ماها نمیشناسیم، نه خودمون رو میشناسیم نه خدامون رو میشناسیم، نه ایمان به خودمون داریم نه ایمان به خدا داریم، نه باورمون آمده است که خودمون هیچ نیستیم، نه باورمون آمده است که همه چیز اوست. وقتی این باور در کار نبود، هرچی هم برهان برش اقامه بشه فایده نداره. بازم اون انانیت نفسی تو کار هست و اینکه من چه و شما چه. این همه ادعاهای پوچه برای ریاست ها و برای امثال ذالک، این برای این است اون انانیت هسته. اون انانیت وقتی که باشد، انسان خود شا ببیند، خودش را ببیند. همه بلاهایی که سر انسان می آید از این حب نفس است که آدم خودشو دوست دارد. در صورتی که اگر ادراک بکند و واقعیت مطلب را وجدان بکند، نفس خودش چیزی نیست، مال غیر است، حب غیر است. منتها غلطی اسمش را خود به نفس گذاشته. این غلط انسان را خراب میکنه، این اشتباه. تمام گرفتاری هایی که برای همه ما هست، برای این حب جاه و حب نفس است. حب جاه است که انسان را به کشتن میزد، انسان را به فنا میزد، انسان را به جهنم میبرد. و رأس همه خطیه هم همینه، رأس و کل خطیه همین حب جاه هست و حب نفس هست و اینا هست. همه خطاها منشأش از اینجا بروز میکنه.